سرخط خبرها و مهمترین ها. معاون حزب کنگره ملی از سوی طالبان بازداشت شد. خان به جامعه جهانی: به طالبان وقت دهید. تاجیکستان با اشتراک نماینده طالبان در نشست شانگهای موافقت نکرد و همچنان در پایان. اروپا احمد مسعود و امرالله صالح را با پیشرفته‌ترین تسلیحات نظامی مجهز می سازد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی از دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. اعضای خانواده برزین خطیبی تایید کردند که روز گذشته از سوی طالبان بازداشت شده است. با گزارش سپوتنیک، قدوس خطیبی فرزند برزین خطیبی تایید کرده است که عصر روز گذشته در نزدیک خانه‌اش در ساحه پل خیمه دزدان از مربوطات ناحیه 15 شهر هرات از سوی نیروهای طالبان بازداشت شده است. با گفته وی تا هنوز اطلاعات در مورد خطیبی در دست نیست. آقای خطیبی فعال سیاسی و معاون حزب کنگره ملی افغانستان است. طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. خان به جامعه جهانی: به طالبان وقت دهید. نخست وزیر پاکستان اظهار داشته است که به طالبان باید وقت داده شود که رفتار آنها دیده شود. عمران خان نخست وزیر پاکستان در گفتگو با CNN درباره طالبان اظهار داشت: طالبان اکنون تمام افغانستان را در اختیار دارد و اگر بتوانند به نوعی به سمت دولت فراگیر حرکت کنند و تمام دسته های مختلف را گرد آورند، افغانستان می تواند بعد از 40 سال به صلح برسد. اما اگر کار خوب پیش نرود، اوضاع به آشوب کشیده می شود. نخست وزیر پاکستان مدعی شد که طالبان برای جلوگیری از بحران به دنبال کمک جامعه جهانی است. آقای خان افزود: هیچ دولت دست نشانده در افغانستان مورد حمایت مردم نیست. بنابراین به جای این که اینجا بنشینیم و فکر کنیم که می توانیم آنها را کنترل کنیم، باید آنها را تشویق کنیم، زیرا افغانستان این دولت کنونی با اوضاع احساس می کند که بدون کمک بین المللی نمی توانند این بحران را در مسیر درست هدایت کنند. این در حال است که نخست وزیر پاکستان و رئیس جمهور فدراسیون روسیه برای دومین بار در کمتر از 20 روز گذشته و همزمان در آستانه نشست سران سازمان همکاری شانگهای به صورت تلفنی آخرین تحولات افغانستان و تقویت روابط دو جانبه را بررسی کردند. تاجیکستان با اشتراک نماینده طالبان در نشست شانگهای موافقت نکرد. عبداللطیف پدرام گفته است که تاجیکستان به نماینده طالبان در نشست شانگهای اجازه اشتراک را نداده است. عبداللطیف پدرام حزب کنگره ملی افغانستان در برگه فیسبوکش نوشته است که تاجیکستان با اشتراک نماینده طالبان در نشست شانگهای موافقت نکرد. آقای پدرام نوشته است: دولت جمهوری تاجیکستان با اشتراک نماینده طالبان در اجلاس شانگهای موافقت نکرد. جمهوری تاجیکستان موضع روشن و قانونی داشت، چون طالبان تا حال از طرف هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. نشست شانگهای در شهر دوشنبه تاجیکستان امروز و فردا برگزار می شود. سازمان همکاری شانگهای سازمان میان دولت است که برای همکاری های چند جانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل شده است. این سازمان در سال 2001 توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان پایه‌گذاری شد که نقش اصلی و تعیین کننده را در سازمان شانگهای دو کشور چین و روسیه تشکیل می‌دهند. سازمان همکاری شانگهای در حقیقت ترکیب جدید سازمان شانگهای 5 است که در سال 1996 تأسیس شده بود، ولی نام آن پس از عضویت ازبکستان به سازمان همکاری شانگهای تغییر داده شد. به نقل از رسانه‌های خبری کابل: احتمال دارد اتحادیه اروپا، ناتو کمک‌های سیاسی و تدارکاتی خود به جبهه مقاومت را مشروط به حضور حتمی بعض شخصیت‌ها بکنند، مانند آقای صالح. طالبان علی طالبان: سایه جنگ قدرت بر حکومت جدید. خبرگزاری افاق:
شایعات و گمانه‌زنی های فیسبوکی اکنون به یک تحول جدی تبدیل شده و به نظر می رسد که جنگ قدرت میان دو قطب اصلی تشکیل دهنده طالبان روی ایده واقعی است و بر بسیار از امور از جمله چشم انداز حکومت آینده سایه انداخته است. بر بنیاد این گزارش ها همان گونه که در شایعات نیز مطرح شده بود میان ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی رهبر طالبان که اکنون به عنوان معاون اول نخست وزیر در حکومت جدید آن گروه معرفی شده و خلیل الرحمن حقانی کاکای سراج الدین حقانی و از رهبران پرنفوذ شبکه معروف حقانی که در حکومت جدید به عنوان سرپرست وزارت امور مهاجرین گماشته شده تنش و درگیری رخ داده است. اگرچه منابع وابسته به طالبان هر کدام بسته این که به کدام یک از جناح‌های درگیر جنگ قدرت نزدیک است، روایت‌های مختلف از این رویداد ارائه کردند، اما آنچه واقعیت دارد این است که جنگ قدرت جدی است و دو طرف به طور عملی وارد نبرد برای تصاحب کرسی‌های بهتر و بیشتر و یا چیدمان مهره‌های طالبان در حکومت جدید شدند. آنچه مایه نگرانی جدی شده این است که این تقابل میان دو جناح میان رو و تن رو رخ می دهد. گفته می شود ملا عبدالغنی برادر که تاکنون رهبر دستگاه دیپلماسی طالبان در تعامل با قدرت های منطقه‌ای و بین المللی را بر عهده داشته، با ساختار قدرتی که به نظر می رسد در نتیجه نفوذ و قدرت جناح منصوب به سراج الدین حقانی تشکیل شده مخالفت ورزیده است. بر اساس این روایت ملا عبدالغنی برادر در برابر خلیل الرحمن حقانی ساده و گفته است که تشکیل یک کابینه تمام طالبان برخلاف تعهد او به جهان و مردم افغانستان است که بر بنیاد آن قرار بود یک حکومت فراگیر و همشمول تشکیل شود و در آن هم اقوام و مذاهب کشور مشارکت داشته باشند. در این میان شمار از منابع حتی خبر زخمی یا کشته شدن ملا عبدالغنی برادر را نیز مطرح کردند، اما طالبان با انتشار یک نوار صوتی منصوب به آقای برادر این ادعا را مردود دانسته و حتی وجود اختلاف میان رهبران طالبان به اثر قدرت را قویاً تکذیب کردند. با این وجود غیبت معنادار آقای برادر در رویدادهای چند روز اخیر به ویژه در جریان دیدار وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر قطر با سران طالبان در کابل، گمانه‌زنی ها در این زمینه را وارد فضای جدید کرد. طالبان می گویند آقای برادر برای دیدار با ملا هیبت الله خونزاده رهبر آن گروه راهی قندهار شده و به زودی به کابل برمی گردد. با این وجود آنچه نگرانی ها درباره آینده حکومت افغانستان و طالبان و ثبات سیاسی است به گونه مضاعف تقویت می کند. اظهارات یک منبع طالبان است که به گفته او سفر بحث برانگیز و جنجالی جنرال فیض امید رئیس سازمان جاسوسی پاکستان به کابل مبنای اصلی فتنه اخیر بوده و دخالت مستقیم پاکستان در تشکیل حکومت طالبان رهبران آن گروه را در برابر همدیگر قرار داده است. جزئیات این خبر در ویدئوی دیگر. تشکر که تا این دم با ما بودید.